در آغاز از یکایک شما بزرگواران عرض تقدیر و تشکر داشته باشم، همچنین از اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر ظریف، جناب آقای دکتر اکبر صالحی که منتظرشون هستیم و به جمع ما خواهم پیوست، و همچنین جناب آقای دکتر سید رضا صالحی که قبول زحمت فرمودند برای حضور علمی در این نشست. نهایت سپاس و قدردانی را داشته باشم از خانه اندیشمندان علوم انسانی، مسئولین عزیز و بزرگوارشان که همت به خرج میدن و در برگزاری این دست از جلسات همچنان همت میکنند و نهایت تلاش را دارند. برای اونها هم قائل به تقدیر و عرض نهی به فعالیت هاشون هستیم و همچنین از گروه علوم اجتماعی و همکاران این گروه. بنده قفاری هستم و در کنار دوستان دیگه مجموعه گروه علوم اجتماعی این مجموعه را در واقع راهبری میکنیم و امید بر این داریم که این نشست ها بتواند هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ سیاسی برای کشورمان افق‌گشا باشه و شناخت بیشتر و مناسبتری را در اختیار سیاستگزاران این مرز و بوم انشاءالله قرار دهد. طبیعتاً مسئله مهاجرت یک مسئله بسیار اساسی و مهم هست، مسئله ایست که قدمت بلندی داره، اما آنچه که امروزه به این مسئله اهمیت بخشیده اینه که از یک طرف به دلیل سیالیت و به دلیل پیچیدگی که امروزه جوامع انسانی دارند، این مسئله هم مسئله ای چند بعدی است، گونه ها و ساحت های مختلفی را برای خودش اختیار می کند که یکی از تیپ های مهاجرتی، الگوهای مهاجرتی مربوط به مهاجرت نخبگان می شود که از قضا از مواردی است که به ویژه برای کشورهایی که طبیعتاً به سرمایه ها و داشته های انسانیشون نیاز دارند میتونه به عنوان یک لطمه و صدمه ای در واقع تلقی بشود. و مهمتر این که این مسئله اهمیتش ناشی از این نکته است که امروزه در یک بستر جهانی، بستری که طبیعتاً با اموری مثل مدرنیته هم پیوند هست، معنا پیدا میکنه و در این معنا باز اون پیچیدگی خودش و تنوع خودش را هم طبیعتاً به دست میاره که انشالله بزرگانی که در امروز در خدمتشون هستیم به این زوایا و به ویژه با تأکید بر زمانه و شرایطی که در اون قرار داریم و مسئله شدن بحث مهاجرت نخبگان در جامعه ایران با آثار و پیامدهای خواسته و ناخواسته ای را که داره در این جلسه برای ما مطرح خواهند کرد و به زوایا و ابعاد مختلف اون انشاءالله ورود خواهند داشت. من بیش از این تصدی نمی کنم، دلیلش هم اینه که خب پیشبینی اولیه ما برای تالار حافظ بود، تالون حافظ بود و بعد از خوششانسی همه این مجموعه عرض بکنم اقبال بسیار خوبی نسبت به این نشست در واقع صورت گرفته و به ناچار و به نوعی در واقع در این جلسه که پنج و نیم در واقع جلسه دیگه ای به ناس در اینجا داشته باشند، در اینجا در این سالون در واقع جمع شدیم، بنابراین باید رعایت وقت و زمان را در واقع داشته باشیم. اگر اجازه بفرمایید من رخصت میخواهم که دعوت بکنم از جناب آقای دکتر ظریف، جناب آقای دکتر صالحی استاد عزیز و بزرگوار و همچنین جناب آقای دکتر سید رضا صالحی که خدمتشون باشیم. با تشویق شما عزیزم آغاز نشست در خدمت جناب آقای دکتر ظریف خواهیم بود که طبیعتاً نیاز به معرفی ندارم، معرف همه عزیزان و بزرگواران نه تنها در کشور عزیزمون بلکه در سطح بین‌المللی هم شخصیت شناخته شده‌ای هستند که افتخاری است برای یکایک ما. آقای دکتر خدمتتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت خانم ها و آقایان، خواهران و برادران عزیز. شاید در این موضوع کمترین ورود رو بنده داشته باشم. برادر عزیزم جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی کار مفصلی در این زمینه کردند و حتما در بیاناتشون خواهیم دید. دوست گرامیمون جناب دکتر صالحی امیری هم تخصص علمیشون هست و لذا حتما از بیانات ایشون بهره‌مند خواهیم شد. من صرفا امتثال امر کردم و در محضر دوستان چند نکته‌ای رو عرض میکنم و بیشتر فرصت رو با توجه به فرصت کم در اختیار دو استاد بزرگوار قرار میدیم در این زمینه از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. من میخوام چند نکته در مورد چرایی مهاجرت و چند نکته در مورد پس از مهاجرت خدمت دوستان عرض بکنم. در مورد چرایی مهاجرت، به نظر بنده معضل اصلی ما، از هر دو طرف هم بخوام نگاه بکنم اگه اجازه بدید، هم از اینکه سامانه زمامداری چه مشکلی داره که به مهاجرت می انجامه و هم از آن سو، و بعد در مورد اینکه وقتی مهاجرت انجام شد که یک واقعیتیه در کشور ما و با امید و آرزوی ما این واقعیت مرتفع نخواهد شد و تغییر نخواهد کرد، ما باید چه کار بکنیم. در بحث اول به نظر بنده مشکل عمده ما نگرش ماست که مزیت نسبی ایران و انقلاب اسلامی رو فدای حوزه هایی کردیم که در اونها مزیت نداریم. مهمترین مزیت نسبی ما مردم ما هستند و نگاه انسان محوری که ما در ابتدای انقلاب به این مزیت داشتیم باعث شد که نفوذ گسترده‌ای هم در داخل کشور داشته باشیم و هم در جهان داشته باشیم. نگاه مردم محور، نگاه انسان محور. از زمانی که به دلایل، حالا الزامنم دلایل خواسته ای نبود، واقعیات ناخواسته مثل جنگ تحمیلی، مثل شرایط امنیتی کشور، نگاه ما از توانمندی نرم افزاری یا توانمندی انگیزشی نظام، اگه بخوایم یه خورده پست مدرن تر صحبت بکنیم، به توانمندی های سخت افزاری یا به توانمندی های مادی منحرف شد. به نظر من نه معطوف. نگاه ما به انسان به عنوان عامل عمده توسعه کشور و عامل عمده، من یه مرحله میخوام بالاتر از توسعه برم، چون در مورد اینکه انسان محور توسعه است همه تقریبا توافق دارن دیگه. امروز در تعاریف بین المللی از توسعه میگن توسعه باید انسان محور باشه، انسان محور توسعه است. من میخوام عرض بکنم که توانمندی و حتی بازدارندگی ما هم انسان محور است و ابزار محور نیست. اونی که جنگ رو مقاومت کرد، اونی که در برابر تحریم مقاومت میکنه، اونی که باعث شد جنگ سال 2002 به ایران نیاد و به عراق بره، اونی که باعث شد سال 2008 فردو رو نزنن، اینها ابزار ما نبودن، اینها مردم ما بودن. شاید اگر با هر کسی که میخواد مهاجرت بکنه صحبت بکنید، از جوان و پیر، جوان واسه آینده خودش نگرانه، یه خورده همسن و سال ما که میشن یا یه خورده جوانتر، چون دیگه اما که گذشته بس مهاجرت کردن،
ولی مثلا کسی که 40-50 سالشه واسه آینده فرزندانش نگرانه. لذا امید به آینده ارتباط بسیار مستقیمی داره با مهاجرت. مهاجرت معکوس نخبگان در سال 94 و 95 شکل داشت میگره به همت برادر خوبمون آقای دکتر ستاری. چرا؟ به خاطر اینکه امید ایجاد شده بود. همون امید بود که در واقع میزان تورم رو پایین آورد، میزان رشد رو بالا برد، اگر نه اتفاق اقتصادی نیفتاده بود. امید بود، امید ایجاد شده بود. متاسفانه امید رو خودمون نابود کردیم، چون امید مثل عزت تا حد زیادی برساخته است. دستگاه تبلیغاتی امید رو میتونه برسازی بکنه، دستگاه تبلیغاتی میتواند عزت رو برسازی بکند. آقای کلینتون میگه، آقای اوباما میگه اگر میتوانستم یک پیچ و مهره از برنامه هسته ایران باقی نمیگذاشتم، ولی نمیتوانم. اون ولی نمیتوانمش رو اینجا تو ایران نمیزنم. نتیجه چه میشه؟ جوان میره. اینجا پس بنابراین یکیش بود حاکمیت، زمامداری، که نگرشش رو از نگرش انسان محور به نگرش ابزار محور منحرف کرد. دوم، بین حاکمیت و مردم، بین زمامداری و مردم، حالا بازم با تکیه بیشتر بر زمامداری، که امید رو نابود ساخت، ناامیدی رو مسلط کرد بر جامعه. اما آخرش مردم. اینم اجازه بدید بگم دیگه، من که اون برشو گفتم، گفت ای به می جمله به گفتی هنرش نیست. بگو حالا ما هنرشو گفتیم، یه خواهیم یه خوره ای بشو بگید. آرزومندی، اون چه که از جانب مردم به مهاجرت می انجامد آرزومندی است. همون که یه بار عرض کردم خودمان انتخاب کردیم. فاصله بین آرزوها و واقعیات، فاصله بین اوهام و جهان خارج. کسانی که مهاجرت میکنن عموما نمیدانند آن طرف چه خبر است. آرزوهایی دارند، اوهامی دارند در مورد خارج، یک زندگی دیگری رو تصور میکنن. البته بعضی ها دیگه ناگزیرن، من راجع به اونا صحبت نمیکنم. آیه قرآن هم میفرماد قالوا انا مستضعفین فی الارض، بعد جواب بهشون میده مگه ارض الله واسعه نبود که شما مهاجرت بکنید؟ لذا مهاجرت ذاتا چیز بدی نیست. قرآن هم میگه در برابر صحبت اونایی که میگن ما مستضعف بودیم، میگه خب میتونستین مهاجرت کنید. یک گروهی هستن که هیچ امکانی نداره، اما یک گروهی هم هستن که با آرزومندی مهاجرت میکنن بر اساس آرزوها. اون چه که مشکل اصلی جامعه ایرانی بوده از زمان صفویه تا امروز، منم از خودم نمیگم، از استاد روح الله رمضانی خدا رحمتش کنه میگم، که میگه از زمان صفویه تا امروز سیاست ما، برنامه‌ریزی ما بر اساس آرزو هست. من اینجا به یکی از اساتید اقتصاد گفتم، گفت تمام برنامه های از زمان پهلوی، برنامه های 5 ساله تا کنون بر اساس آرزو بوده، هیچ کدومش بر اساس واقعیات نبوده. اون وقت مشکل این چیه؟ شما بر اساس آرزو برنامه‌ریزی میکنی، به آرزوت نمیرسی. به جای این که از اون به بعد واقع گرابشی، یه خود بیشتر آرزو میکنه. این آرزوها یک سیکل معیوب پایان نایافتنی رو ایجاد میکنه. همینجوری آرزو میکنی، ما آرزو میکنیم که بریم خارج و از اون بهتر میشه. در بسیاری موارد نمیشه. من به عنوان کسی که بیش از 30 سال خارج بالاخره یا دانشجو بودم یا کارمند بودم یا زندگی کردم، میتونم بگم هر چه من اونجا میشناسم جز معدودی زندگی بسیار بسیار معمولی دارن که درش، که با اون زندگی در ایران راضی نمیشدن. ولی این آرزو از این طرف هم ما رو به اون سمت میکشانه. لذا
فاصله گرفتن از انسان به عنوان محرم قدرت، مهمترین قدرت، ایجاد ناامیدی یا برسازی ناامیدی و آرزو، برنامه ریزی بر اساس آرزو. این ستا من به عنوان دلایل اصلی مهاجرت این ستا رو میبینم. البته نه تخصص علمی دارم نه مطالعه جدی کردم، همینجوری. حالا دوستان حتما حرف حسابی تر از منده خواهند زد، ولی من این ستا رو از این بر میبینم. اما از اون بر، مهاجرت یک واقعیت است. آیا ما می توانیم مهاجرت رو به عنوان یک فرصت نگاه بکنیم یا حتما باید یک تهدید نگاه بکنیم؟ مهاجرت یک واقعیت بسیار تلخه، دلایلش هم تا اونجا که به عقلم می رسید عرض کردم. اما نگاه ما به جهان، همونی که باعث شده انسان رو بذاریم کنار، ابزار رو بچسبیم، نگاه تهدید محور. نگاه ما به محیط همسایگیمون نگاه تهدید محوره. این که من گفتم میدان بر دیپلماسی غلبه میکنه، چرا اینجور میشه؟ چون تهدید بر فرصت غلبه میکنه. نگرانی بر تلاش و زمان سنجی و استفاده از امکانات غلبه میکنه. نگاه تهدید محور نمیتواند مبنای توسعه باشد. نگاه تهدید محور نمیتواند مبنای پیشرفت باشد. طبیعت نگاه تهدید محور یک برایندیه. نمیتونیم ما سیب بکاریم پرتقال توقع داشته باشیم. حالا ما به مهاجرت هم به عنوان تهدید نگاه میکنیم. حالا مهاجرت اتفاق افتاده به هر دلیلی، ایرانی خارج از کشور یک فرصت برای ما، نه یک تهدید برای ما. نخبه ما در خارج از کشور یک فرصت برای ایران، نه یک تهدید برای ایران. ما باید زمینه رو برای جذب این فرصت ها فراهم کنیم. به هر دلیلی یک فردی رفته، حالا نتونستیم جلوشو بگیریم دیگه. امروز هم که ما اینجا به هم دیگه توافق هم بکنیم که نمیتونیم جلوشو بگیریم، شاید سالها طول بکشه تا ما بتوانیم بستری رو فراهم کنیم که مهاجرت نخبگان یک بار دیگه معکوس بشه. طول میکشه دیگه، اما میتوانیم این نگرش رو عوض بکنیم که کسی که رفت مهاجر شد دشمن ما نیست، کسی که رفت خارج نشست دشمن ما نیست. این فرد همونقدر که من ایرانو دوست دارم، اونم ایرانو دوست داره. همونقدر که من نگران آینده ایرانم، اونم نگران آینده ایرانه. همونقدر که من نگران اسم خلیج فارسم، اونم نگران اسم خلیج فارسه. همونقدر که من از تحریم بدم میاد، اونم از تحریم بدش میاد، چون مادر و پدر و خاله و عمش رو تحت تأثیر قرار میده. چهار نفر که اونجا دکان باز کردن و دارن استفاده میکنن برای منافع شخصیشون، اونها ما رو اشتباه نیندازه که تمام جامعه ایرانی خارج از کشورونه. جامعه ایرانی خارج از کشور وطن پرسته، عرق ملی داره، آبادانی کشورش رو میخواد، میخواد کشور پیشرفته ای داشته باشه. لذا اگر ما این نگرشمون رو عوض کنیم، لااقل می توانیم این واقعیت تلخی که وجود پیدا کرده، از این واقعیت تلخ یا کمترین ضرر رو بکنیم لااقل، یا بیشترین بهره رو ببریم. چرا ایرانی خارج از کشور نباید احساس بکنه که راحت می تواند به کشور بیاد؟ چرا نباید احساس بکنه که هر زمان که خواست بیاد ایران میتونه بیاد تو دانشگاه درس بده، یه کلاسی برداره، بعد خارج بشه از ایران؟ چرا این احساس آرامش رو برای ایرانی خارج از کشور فراهم نمی کنی؟ چرا نباید احساس بکنه وقتی به سرکنسولگری ما میره، وقتی به سفارت ما میره، به خانه خودش رفته؟ من همیشه وقتی میرفتم خارج به دوستان ایرانی خارج از کشور میگفتم اینجا مال شماست، ما مستأجریم. چون ما 3 سال، 4 سال، 5 سال میاییم اینجا، میریم. شما اینکه اینجا هستین، حالا به هر دلیلی تصمیم گرفتین اینجا باشین،
اینجا مال شما، سفارتخونه مال ایرانی خارج از کشوره، کنسولگری اصلا کنسولگری که 100% مال ایرانی خارج از کشوره. این احساس رو حال که یک واقعیتی در خارج وجود داره که باید هم برای اون واقعیت چاره اندیشی کرد، اول بعد آسیب شناسی کرد بعد چاره اندیشی کرد، اما لااقل با این وضعیت موجود بهترین رفتار رو داشته باشیم. ایرانی خارج از کشور رو از خودمون بدونیم، ایرانی خارج از کشور رو فرصت بدانیم، ایرانی هر جا که هست پایه قدرت ملی ماست. بپذیریم که بزرگترین منبع قدرت برای ایران ایرانی است، سرمایه انسانی است، بزرگترین بازدارنده در برابر تهدیدات ایرانی داخل کشور و ایرانی خارج از کشور. این رو باید بپذیریم. از اینکه وقتتون رو گرفتم پوزش میخوام، خیلی متشکرم. در حالی جناب آقای دکتر ظریف استفاده کردیم، اگر من در یه جمله خواسته باشم، نکات بسیار خوبی را که دکتر مطرح نمودن را خلاصه بکنیم، اینه که این آسیب شناسی بحث نخبگان بخشش معطوف به انگاره ایست که نسبت به امر مهاجرت در واقع در ذهن حتی ایرانیان در واقع نقش می‌بنده. امید بر این است که این انگاره یک انگاره مثبت باشه و مهاجر را در واقع به ویژه در بخش نخبگانی به عنوان یک سرمایه به عنوان یک قوت برای جامعه ایرانی در واقع تلقی بشه در ذهن همه ما و آهاد جامعه ما. آقای دکتر صالحی خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. برادر عزیزم جناب آقای دکتر ظریف آنچه گفتنی بود گفتن، واقعا دیگه چیزی برای من نگذاشتم، ولی من صحبت‌های ایشون رو خلاصه می‌کنم در برخی احادیث و روایات. میگه الانسان و عبید الاحسان، انسان وقتی که احسان ببینه برده احسان میشه. پس یکی از دلایلی که می‌بینیم گاهی افراد از ما جدا میشن این است که شاید احسان رو کمتر میبینن. دومیش اینه که لو کنت فضاً غلیظ القلب لانفض من حولك. مدیران کشور حضرت رسول صلی الله علیه یکی از ویژگی های بارزی که سبب شد همه دور او جمع بشن، خداوند میفرماید قلب رؤوفی داشتی. لو کنت فضاً غلیظ القلب، اگر قلبت سخت بود همه از دورت پراکنده میشدن. پس برای جذب باید صبر داشت، باید احسان کرد، باید تحمل کرد. نمیشه در طول انقلاب هی آرام آرام از این قطار انقلاب خورد خورد افراد رو بذاریم کنار، هر کدوم رو به دلایلی. این هم یک. دوم امیدی است که آقای دکتر فرمودن به درستی میفرمایند که تفاعلوا بالخیر تجدوا، همیشه تفاعل به خیر بکنید قطعا او رو میابید. تفاعل بالخیر یعنی واقعا همیشه دنیا رو مثبت دیدن، نه اینکه ساده اندیشی کردن، ساده لوح بودن، اما مثبت دیدن، چون که مثبت بودن و مثبت دیدن عامل حرکته. اگر غیر از این باشه ما رو از حرکت باز می‌داره. ببینید ما این واژگان خیلی معروفه در جامعه، میگن نیمه پر لیوان نیمه خالی لیوان. ما هم باید نیمه پر لیوان رو ببینیم هم نیمه خالی لیوان رو. اما چگونه ببینیم؟ نیمه خالی رو با این دید ببینیم که عامل حرکت است. یعنی ما نسبت به اون آرمان‌ها و آرزوهایی که آقای دکتر اشاره کردن کم داریم، نرسیدیم به اون آرمان‌ها، این نیمه خالی است. باید ببینیم که عامل حرکت باشه. اما اگر نیمه پر رو نبینیم، اون دستاوردهایی که داشتیم نبینیم، اون وقت امید رو از دست میدیم. یعنی همیشه احساس میکنیم شکست خورده ایم،
که این گونه نیست واقعا. در قضاوت ها بایستی منصف باشیم. خب من حالا از اینجا ورود میکنم. این کلیاتی بود که آقای دکترم اشاره فرمودن که واقعا زیربنای صحبت ما همین هست. اما خب یه مقدار تکنیکال تر میخوایم وارد بشیم به موضوع. من چند مطلبی رو عرضه میدارم. باز آقای دکتر اشاره کردن. بنده میخوام این رو با این عبارت بگم. اگر از من بپرسن پاشنه آشیل جمهوری اسلامی الان چیه؟ خیلی ها ممکنه بگن اقتصاد، وضعیت معیشتی، وضعیت فرهنگی، اینها رو مثال بزن که اینا هست. ما اینا رو انکار نمی کنیم. این مشکلات هست. اما مشکل عمده ما، سلام علیکم آقای دکتر، مشکل عمده ما تسخیر افکار عمومی است. ما نتوانستیم افکار عمومی جامعه خودمون رو مدیریت بکنیم. این نکته ضعف ما بود. ما در مسائل فرهنگی نتوانستیم به پرسشگری های جوانان خودمون پاسخ بدیم. انقلاب اسلامی یک بار حضرت آقا در فکر کنم آخرین باری که 14 خرداد امسال که صحبت کردن، ایشون فرمودن که امام را مجدداً بازشناسایی کنیم، یه همچین چیزی به جوانان بشناسونیم امام را. من یه مقدار یه تفسیر آزادی از صحبت ایشون کردم. گفتم چجوری امام رو به جوانانمون بشناسونیم؟ غیر از این است که خصلت‌ها، خصوصیت‌ها، ویژگی‌های امام رو احصا بکنیم، بگیم این ویژگی‌ها رو امام داشت، ما کدوم رو عمل کردیم، کدوم رو ازش استفاده کردیم، کدوم رو بهش عمل نکردیم، کدوم رو استفاده نکردیم. من به چند ویژگی رسیدم. یکی فقیه بودن امامه. خب امام فقیه بود، مرجع تقلید بود. یکی فیلسوف بودن امامه. امام فیلسوف بود، همیشه به معلمان خودش مخصوصا یکی از معلمانش که رفیعی قزوینی، حضرت آیت الله عظمه رفیعی قزوینی، ایشون خیلی اشاره میکرد. یکی عارف بودن امامه، اهل معرفت بود واقعا. و یکی هم دولت مرد بودن امامه. خب امام یه سیاستمدار بود واقعا، یه دولت مرد بود. تحقق انقلاب ما با ویژگی دولت مرد بودن ایشون بود. شما مصاحبه های ایشون رو ببینید، من نمیخوام باز بکنم که یه مقدار ممکنه بعضی ها سوء استفاده بکنه، اما ببینید چجوری مدیریت کردن. مصاحبه هایی که در فرانسه داشتن بعد که وارد ایران شدن، دولت مرد بود واقعا. بالاخره در مقابل یک رژیمی بود، در مقابل یک وضعیتی بود دنیا، اینا بایستی مدیریت میکرد که آنچی که در ذهن داشت و اون تحقق انقلاب بود، پیروزی انقلاب، و از اونو پیاده میکرد و اون رو با دولت مردیش برد جلو. تثبیت انقلاب رو من فکر میکنم با معرفت شناسیش برد جلو. خب اون اوائل انقلاب من توفیق داشتم، رئیس دانشگاه بودم، یکی دو سال بود جنگ شروع شده بود. جوانان ما الان که کرور کرور به خارج میرن، اون موقع کرور کرور به جبهه میرفتن، نمیشد جلوشونو بگیری. من واقعا تو دانشگاه صنعتی میگفتم آقا شما جبهتون اینجاست، اونجا میرید چیکار بکنید؟ قبول نمیکردم. ببینید تثبیت شد انقلاب با معرفت شناسی. خب بستر انقلاب ما هم اسلامه. اسلام هم خب یکی از عناصرش فقه. فقه مبنای چگونگی هاست، چگونه وضو بگیرید، چگونه تجارت بکنید، باب مکاسب، باب ارزم طهارت، باب انواع ارث فلان، اینها چگونه است. اما نسل امروز ما که حالا میرسیم به این مهاجرت، نسل پرسشگر شده با این شبکه‌های اجتماعی، با این وضعیتی که ما داریم، همش سوال میکنن. و ما نتوانستیم اسلام رو از باب حب به مردم معرفی کنیم. ما اسلام رو سعی کردیم در طول انقلاب متاسفانه از در مناسک وارد شدیم به اسلام. میگن حضرت ابراهیم سلام الله علیه در قرآن هست انی لا احب الافلین،
یک کسی پیش امام صادق سلام الله علیه رفت گفت که چرا حضرت ابراهیم گفته انی لا احب الافلین و یسم گفت انی لا اؤمن بالافلین، چون که ایمان به خداست نه حب به خدا. ما میگیم ایمان نداری به خدا، ایمان داری. چرا گفته انی لا احب الافلین؟ لا، چرا نگفته انی لا اؤمن بالافلین؟ حضرت امام جعفر صادق پاسخ میده هل دین الا الحب، آیا دین جز عشق هست؟ الذین آمنوا اشد حبا لله. من اینا رو میگم، حالا ببخشید بس، ما اگر میتونستیم دین رو بر اساس عشق وارد میشدیم، دین رو و معرفت شناسی رو و اینکه عشق به خدا پیدا میکردیم، مناسک به دنبالش میامد. شما نیاز نیست بچه رو صبح اول وقت بیدار کنی بگو پاشو نماز بخون. پدر ما این کارو میکرد. الان ما جرأت نمیکنیم آقای دکتر. الان البته بچه‌ها بزرگ شدن. ببینید این هاست که ما رو گذاشته، این نسل رو کیا دارن مهاجرت میکنن؟ عمدتا نسل جوان ماست. حالا ما مهاجرت بکنیم اتفاقا به نفع مملکته، یه نونخور کمتر. اما نسل جوان که ما امیدمون به اونها هست دارن میرن. برای اینکه دین رو درست نشناسوندیم، برای اینکه اونها رو جذب نکردیم، کوچکترین اشکالی رو اگر در جوان دیدیم برخورد کردیم و این مسائلی است که حالا من دیگه وارد این مقدمه طولانی رو گفتم، ایشون منو سر ذوق آورد. ما جوانانمون هم سخت کوشند هم باهوشند، این یه واقعیتی است. جوانان ما، من برای اینکه در خیلی از کشورهای دنیا زندگی کردم، آمریکای لاتین زندگی کردم، کشورهای عربی زندگی کردم، اروپا زندگی کردم، امریکا زندگی کردم، واقعا اینه که میگم بر اساس تعصب ایرانیگری نیست، یک نگاه با اجازه آقای دکتر غفوری جامعه شناسانه در حد بضاعت خودم نگاه. جوان ایرانی اهل کاره، تنبل نیست واقعا، اما به شرطی که شرایطش فراهم باشه، به شرطی که امید داشته باشه، هم سخت کوشه هم باهوشه. مشکل ما کجاست؟ مشکل ما در سیستم سازی بوده. ما نتونستیم سیستم سازی بکنیم که این جوان باهوش و فعال رو نگه داریم، با اون مقدمه‌ای که عرض کردم. حالا میایم رو خود مهاجرت. من چون که حالا آقای دکتر بزرگواران فرمودن این مقدار رو این مسئله کار کردیم، بله یه مقدار من به اعتبار که هم وزارت علوم دوبار معاونت وزارت علوم رو عهده‌دار بودم، لاجرم به این زمینه کشیده شده بودم که چگونه ایرانیان خارج از کشور رو ما بتونیم جذب کنیم. با بخشنامه که نمیشه جذب کرد، نمیتونیم بخشنامه کنیم عزیزان نروید، یا از اون ورم بخشنامه کنیم عزیزان بیایید، اونجوری که نمیشه. متاسفانه بعضی در کشور میکنن، فکر میکنن تو نماز جمعه هم اگه ببینید عمدتا اینجوری هم بزرگواران دارن حرف میزنن، خیرخواهان هم حرف میزنن، اما اینجوری مثلا ما نشستیم پای نماز جمعه مثلا بزرگوارانه میگن شغل ایجاد کن آقای دولت. خب مثل این که دولت، حالا ما در 15 سال تو دولت، مثل که دولت مردان نشستن، وزرا نشستن که شغل ایجاد نکنن. اصلا اول دولت تا آخر دولت اینه که چجوری شغل ایجاد بکنن. قیمت ها رو بیارید پایین. دیدید که قیمت، خب همه میخوان قیمت ها بیاد پایین، تو دولت نشستن قیمت ها رو ببرن بالا، همه میخوان قیمت ها رو چجوری بیاریم پایین. نمیگن اون مسائل اصلی رو که حل، کلید حل برخی از این مشکلات، اونا رو دیگه اشاره نمی کنن. خب اگه ما میخوایم قیمت بیاریم پایین، اگر ما میخوایم شغل ایجاد کنیم، اینا سرمایه گذاری میخواد دیگه، بخش و سرمایه گذاری و فناوری، نه فقط سرمایه گذاری، فناوری هم میخواد. اینا از کجا میاد؟ بالاخره جامعه جهانی، یک جامعه جهانی، یک جامعه در هم تنیده شده، هم از نظر علمی هم از نظر اقتصادی، از همه جهات یک جامعه در هم تنیده است. و ما اگر نسبت به جامعه جهانی معزول باشیم، خودمون رو کنار بکشیم، چگونه میخوایم سرمایه جذب کنیم؟ چگونه میخوایم افکار نو بیاریم؟ چگونه میخوایم فناوری بیاریم؟ شما الان نگاه کنید، یه موردش همین
مخزن مشترک گازی که ما با کشور همسایه خلیج فارسمون یا مخازن مشترک نفتی که با یک کشور همسایه دیگری داریم. دارن ربایش میکنن گاز ما رو، دارن نفت ما رو میبرن. چرا میبرن؟ چطور شد یکی از بانک وام میگیره وامو پس نمیده، یا یه چیزی میگیم اختلاس کرد؟ خیلی هم خوبه، اسمش هم میبریم، پدرش هم در میاریم، بی آبروش هم میکنیم، حقم هم همینه، ما کاری ندیم، هر که خلاف کرد بایستی. اما چرا اختلاس میلیارد دلاری رو هیچ کس حرفش نمیزنه که دیگران دارن میبرن؟ دیگران دارن میلیاردها دلار گاز ما رو میبرن، نفت ما رو میبرن، میلیاردها دلار. اختلاس ما در درون میلیاردها تومنه، اونجا میلیاردها دلاره. چرا میبرن؟ پاشنه ماشینش کجاست؟ ارتباطات بین ملل ما، تکلیفش روشن نیست. خب این میشه، این مسئله میاد انباشته میشه. بعد اونا به هر حال دشمنن دیگه، شبکه های اجتماعی رو درست میکنن، افکار عمومی جوانان رو چیز میکنن. ما هم نتونستیم به فراخور حال با اون مقدمه ای که گفتم ذهن جوان خودمون رو ربایش کنیم. حالا ربایش کلمه خوبی نیست، تسخیر کنیم. حالا میایم به مهاجرت. من دیگه قول میدم وارد مسائل کلی نشیم. مهاجرت متاسفانه وقتی که ما بررسی کردیم تعریفش رو نمیدونیم چیه. باور میکنید الان من چند تا تعریف داروندم. یکی OECD یه تعریف داره از مهاجرت، EU یه تعریف دیگه از مهاجرت داره، UN یه تعریف دیگری داره. حالا من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، اینا رو گوگل هم بزنید این تعریف میاد، چیزی نیست که حالا ما کشف کرده باشیم. ولی من دیدم OECD یه تعریف داره، EU یه تعریف داره، عرضم بوزر شما UN یه تعریف داره. ما بایستی و ما یه رصدخانه مهاجرتی داریم ایران در دانشگاه صنعتی شریف که خیلی خوب کار کرده واقعا. اونام تعریف نکردم. بالاخره مهاجر کیه؟ مهاجر به کی میگن؟ حالا من از این تعاریف عبور میکنم، وقت عزیزان رو میگیره، چیز مهمی الان نیست. ولی یه چیز میخوام اینجا عرض بکنم. ما مهاجرت، یه مهاجرت به انگلیسی به قول حالا فارسیش هم دیدیم، درون کوچ داریم، یه برون کوچ داریم. درون کوچ که یعنی از بیرون میان درون، برون کوچ هم که از یکیش با امیگریشن آیه، یکیش با امیگریشن ایه. امیگریشن با ای یعنی میرن بیرون، امیگریشن با آی یعنی میان تو. پس ما یه مهاجرت درون کوچ داریم، یه برون کوچ داریم، که ما در ایران اتفاقا یک کشوری هستیم، هم مهاجر فرست هستیم هم مهاجر پذیر هستیم. این یه واقعیتی است، این فعلا مقدمتا داشته باشید. یکی هم بحث تابعیت هست. من در موازات با عرضم به حضور شما مهاجر، بحث تابعیت هم یک تعریفی ازش میخوام داشته باشم. خب بنابراین ما حالا باید بیایم بشینیم ببینیم ما مهاجر به کی میگیم. اول خودمون و تکلیفمون رو روشن بکنیم. آیا یک دانشجویی که میره برای ادامه تحصیل رو ما مهاجر تلقی کنیم؟ آیا یک کسی که میره بیش از یک سال، اینا چون که توی تعاریف دیگران هست، بیش از یک سال بمونه در یک کشور دیگه مهاجر تلقی کنیم؟ آیا ایرانی که در نسل دوم در خارج به دنیا آمده مهاجر تلقی کنیم؟ چرا اینو میگم؟ برای اینکه تو آمارهایی که ما گرفتیم هر کسی اومده یه جوری به ما آمار داده، و لذا چون که این آمارها، نه اینکه آمارها غلط باشه، اما مبنای آمارگیری ها مختلفه، و چون که تعریفی نداریم اینجا ما انواع برداشت ها، تفسیر ها و ارزم کنش و واکنش ها نسبت به ارزم بزرگ شما بحث مهاجرت داریم. اینم یک مسئله. یکی میام قانون تابعیت. ببینید یکی از مشکلات ما در ایران قانون تابعیت، یکی از قوانین بدی که به نظر بنده، من گفتم عذر میخوام بدش، این قانون 1308 تابعیت زمان رژیم گذشته است، زمان گذشته، که اومده تابعیت ایران رو بر اساس خون گذاشته، اونم از پدر. تکلیف مادرایی که مثلا شوهرهاشون خارجیه ولی ایرانی هم بچه دانشون، نمیدونی یه بارم رفت مجلس درست شد دوباره مجلس پس گرفت. ببینید اینا مشکل آفرین میشه. حالا من همه اینا رو بخوام باز بکنم واقعا
و اگر خارجی بیاد ایران، چون که ما قانونمون 1308 هنوز نگه داشتیم که خون ایرانی شریف است، خب شریف است، ولی آیا این اصلا مبنای عقلی و شرعی داره؟ حالا آقای مسجد جامعه اینجا من که میگن لیس چی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اصلا نمیگه لا فرق بین عربی ولا عجمی الا بالتقوا، اون چیزی که بزرگان ما میگن نه عجم نه عرب هیچ کدوم شرف بر دیگری نداره، بلکه آن که پرهیزکارتر است. یعنی چی خون من اونجاست، خون اونجون اونجاست؟ خب اینجوری باشه خیلی ها میتونن ادعاها رو داشته باشن که ادعاهای واهیست، اون وقت این با نظام بین الملل حقوق بشر هم سازگار نیست. عدم اتنیسیتی و نمیدونم ریلیجن و نمیدونم پوست و رنگ و نمیدونم فلان، اینم با اونم تازه سازگار نیست، اما ما چسبیدیم بهش. توجه کنی حالا با چه مبنایی نمیدونم. بس دیگه تموم بکنید، من تازه شروع کردم. پس حالا که باید تموم بکنم، عرضم به حضور شما که پس من باز دوباره برمیگردم. یکی این که وقتی که در مهاجر این به درون ما مهاجر داریم، تکلیف اونا رو هم روشن نمی‌کنه. من یک چون که صحبتی من کرده بودم راجع به دو طبیعتی‌ها، این صحبت یه مقدار وایرال شده بود، شورای عالی انقلاب فرنگی در خونه‌اش ما رو خواست، رفتیم 4-5 جلسه همین چند هفته اخیر گذاشته بودم راجع به دو طبیعتی‌ها که حالا بخشی از این به هر حال وصل میشه به این بحث مهاجرت، که خوشبختانه داره توجه میشه، داره یه اقدامی میشه، وزارت امور خارجه هم داره این مسئله رو پیگیری میکنه. میخواستم این رو عرض میکنم که نظام نسبت به این مسئله واقعا داره کار میکنه، با جدیت کامل هم داره کار میکنه، مجلس هم داره درگیر این مسئله میشه. خب من حالا پس دیگه عبور میکنم آقای دکتر، چون که خیلی بحث داشتم. یک آماری رو از کتاب آقای دکتر صالحی امیری، یک کتابی رو هفته پیش به من دادن راجع به مهاجرت نخبگانی هم چیزی دارن. من پس اگر اینجوری باشه، یعنی دو سه تا یه مقداری خوندم از کتاب شما رو، من دارم تقلبم میکنم، یعنی استفاده کردیم واقعا. مثلا بعضی صحبتایی که ایشون فرمودن، برای خروج هر نخبه 5 میلیون دلار سرمایه از کشور از دست میره. زیان مالی مهاجرت نخبگان بیش از 38 میلیارد دلار برآورد شده در سال 93. بنابر آمار مجلس شورای اسلامی در سال 1398، تعداد 60 هزار نفر از ایرانیانی که در سالهای اخیر مهاجرت کردند در زمره مهاجران نخبه دستبندی شدن، المپیاد علمی و رتبه برتر کنکور و الی آخری. از هر 10 ایرانی مدال آور المپیادهای جهانی، 7 نفر در آمریکا تحصیل میکنند. خب من یک جدول ارزم دوگانه نوشتم، این جدول رو در چند دقیقه واسه شما میخونم که خلاصه میکنه صحبتامو. ولی قبل از اینکه وارد این جدول بشم، یکی دو فراز دیگه میخوام عرض بکنم. ما مشکلی که داریم در بحث این مهاجرت نخبگان، یک رفتار غیر عقلایی با دو طبیعتی ها به ویژه در مراکز علمی، دو حراس امنیتی در مراکز علمی کشور ما. الان این حراس امنیتی در مراکز علمی کشور ما هست واقعا، تو دانشگاه ها این نگرانی هست و هست. اینو گفت عدم توجه به رویکرد برین گین در مقابل برین درین. ما برین درین داریم، یعنی دارن میبرن درین میکنن برینمونو، اما ما میتونیم یک روش دیگه تحت عنوان برین گین هم داشته باشیم که حالا اون بحثش مفصله. اما چیزی که خیلی آسیب رسونده، برخی از مسئولین من شنیدم میگن، مثلا میپرسن آقا دارن میرن، خب برن. خیلی عجیبه، ترویج گفتمان هر کی میخواهد برود، این خیلی واقعا دردناکه. حالا من یه چیزی که دیدم واقعا تعجب کردم، از رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، 3-4 هفته پیش بود فکر میکنم، گفتم ما در بررسی کردیم، یکی از عناصر رفتن جوانها این است که پرسیدیم، گفتن ما نمیخواهیم دیگر در ایران باشیم. نه اینکه مشکل مثلا الزاما معیشتی داشته، میگه در ایران نمیخواهیم باشیم.
من چند بار این خبر رو خوندم، گفتم شاید اشتباه کرده باشه. اگر این خبر درست باشه این خیلی خطرناکه، این حرف. یعنی ما دیگه هیچ نقطه امیدی واسه جوان نذاشیم. گفته آقا من مشکلش معیشتی و نمیدونم چی چیم و میخوام ایران نباشه. بعد یه چیزی دیگه ای که من چند روز پیش باز از یه دوستی شنیدم، گفت الان مهاجرت آی دکتر دانشگاه ها که هیچی به آموزش و پرورش رسیده. الان سفارت من شنیدم، نام نبریم چون که برخی کشورها الان دانش آموزان را تشویق می کنند که مهاجرت کنند، بهشون بورس می دن. یکی به من گفت آی دکتر رسیده به کودکستان، اونایی که دارای وضعیت مالی خوبی هستن بچه هاشون میگن از کودکستان بفرستیم و داره و این خوب وقت که میفرسته یعنی پول هم میره دیگه، خودش هم غصبه. اما من با توجه به ضیق وقت یه دوگانه مهاجرت رو اجازه بدید آقای دکتر، دو دقیقه فقط من اشاره بکنم. من یه ستون ایران درست کردم، یه ستون جهان. ایران در ستون ایران افزایش جمعیت در سنین فعالیت، عدم بهره برداری از پنجره جمعیتی و سرمایه انسانی. در حال حاضر حدود 70% جمعیت ایران در سن فعالیت هستند. یعنی ما بهترین شرح، یعنی درست الانه که ما بایستی عمل بکنیم. و تا قبل از 1430 فاز سالمندی جمعیت در ایران رخ میدهد. 1430 بخش عمده ای از ساختار جمعیتی کشور افراد تحصیل کرده هستند. همزمان با ساختار جمعیتی ترکیب جمعیت به لحاظ تحصیلی هم تغییر کرده. یعنی چیز با سواد ما خیلی رفته بالا. شما ستون نویس نیویورک تایمز آقای تاماس فریدمن سالهای پیش یه سلسله اومده بود ایران، یه سلسله مقالات راجع به ایران نوشته بود. این یکی از موارد عامل یعنی چیز ایران بود، نکته مثبت ایران بود که جوانانش تحصیل کردن نسبت به کشورهای منطقه. اما در جهان در مقایسه با ما کاهش رشد جمعیت دارن، شتابگیری سالخوردگی جمعیت دارن و رفع مشکلشون رو از طریق جذب مهاجران جوان و تحصیل کرده دارن چیز میکنن. این یه دوگانه است. دوگانه دوم این که ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده انسانی رتبه های پایین رو داره متاسفانه. حالا یه جا من نام البته چیزش هم هست، چون میگن رفرنساش هم مرجعش هم هست. رتبه نخست در عدم بهره‌مندی از ظرفیت سرمایه انسانی، اما در مقابل نیاز روزافزون بازار جهانی به سرمایه انسانی نوآور و فناور. سوم، میزان بالای بیکاری به ویژه دانش آموختگان آموزش عالی در ایران. اما در جهان شدت و گسترش رقابت جهانی برای جذب و نگهداشت نخبگان و استعدادها در سطح جهان. شما ببینید انگلیس، آمریکا، همه جا. این باربارا اسلاوین چند ماه پیش یه مقاله نوشته بود، این مثلا 7-8 ماه پیش الان، گفته بود که شما به جوانان ایرانی ویزا بدید با یه تیر دو نشان میزنید، هم ایران رو تخلیه میکنید از نخبگانشون، هم ایرانیان نخبه در امریکا خیلی موفق بودن، اینا به پیشرفت علم و فناوری در امریکا و اینا کمک میکنن. درآمد در ایران، درآمد سرانه کمتر در مقایسه با اقتصاد کشورهای منطقه ها. حالا ما جهان ولش میکنیم، اما در منطقه ما تسهیل مهاجرت از طریق ارائه راهکارهای از جمله ارائه امتیاز شهروندی، ترکیه این کارو میکنه، ویزاهای مخصوص استعدادها، تعریف پروژه های کلان و دیگر شیوه ها و مشوق ها در برخی کشورهای منطقه با هدف جذب متخصصان و مستعدان منطقی، عمان، امارات، قطر، عربستان، ترکیه. اما در ایران عدم تناسب شغل با تحصیلات، رکود اقتصادی، چشمانداز تیره اقتصادی، بیکاری مزمن، در مقابل رواج و گسترش زمینه‌های جذب و مهاجرت نهادهای علمی و فناوری نظیر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها. من یه شرکت دانش‌بنیانی رو ایجاد کرده بودم، یعنی خصوصیه، نه مال من، سازمان که بودیم، بعد واگذار کردیم بچه‌ها. ترکیه اومده گفته آش با جاش، خودتون و تجهیزاتتون و نمی‌دونم همه رو می‌برم اونجا، امکانات میاد. خب این خیلی واقعا وضع دیگه خطرناک داره میشه. در ایران بالا بودن نرخ بیکاری زنان با تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با مردان با تحصیلات دانشگاهی. الان زنان شدت مهاجرت داره
همونجور که توی کنکور یه مدت زنان برتری یافته بودن، الان هم مثل که بیشتره، هنوز الان در مهاجرت هم زنان دارن میافتن جلو. ایران حالا یک پدیده به نام NEET NEET Not in Education, Employment or Training، این حالا یه واژه جدیدیست درست شده به نام NEET، یعنی کسی که نه توی ایژوکیشن، یعنی نه توی فراگیری تحصیلات، نه تو کار، نه هیچی، یعنی بیکار و بیار و اینا. NEET در دنیا در سطح بین المللی، حالا طبقه NEET ها در ایران در حال گسترش است. این افراد از بازار کار ناامید شدن. نرخ NEET در سطح بین المللی حدود 23%، در اینا 38%. این از نظر مقایسه با کشور منطقه نسبت بالاتری داریم. اما در جهان سازوکارهای مناسب برای تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه اقتصادی و اجتماعی. NEET یعنی چی؟ یعنی ما سرمایه انسانی داریم اما تبدیلش به سرمایه اجتماعی نمی کنیم. ضعف نهادها و ساختاری سیاست گذاری، قانون گذاری و مدیریت جرنه های مهاجرتی، انفعال سیاست خارجی و نهاد مربوط به آن پیرامون ایرانیان خارج از کشور، نبود سیاست روشن و شفاف و نگاه درست به موضوع مهاجرت و ایرانیان خارج از کشور، در مقابل چی؟ طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های جذب مهاجران با تحصیلات و مهارت بالا در کشورهای پیشرفته. و آخریش افزایش ضریب نفوذ اینترنت، نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی و فراملی در ایران هست. رقابت برای جذب مهاجران مجازی، ما چون که اینترنت، خب حالا بالاخره حالا بگذاریم از این مشکلات آخر، ولی نفوذ ضریب چیز الان خیلی ها رو من میشناسم، استعدادهای خیلی عالی تو ایران هن، اما دارن واسه بیرون کار میکنن، دلارش هم میگیره، امکانات هم میگیره. خب اینم بالاخره میتونه مشکلات خودش رو داشته باشه. حالا بس مفصل تر از این بود، ولی من دیگه بیش از این مصده نمیشم و سلام علیکم و رحمت. بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر صلحی. من عذرخواهی میکنم به دلیل ضیق وقت، قطعا در واقع عزیزان و بزرگواران نکات بسیار وسیع و گسترده ای را دارن که کاش وقت بیشتری را داشتیم که از تمام فرمایشاتشون استفاده میکردیم. خدمت جناب دکتر صلحی هستیم. جناب دکتر صلحی، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خیلی خیلی متشکرم از همه انسان‌های با فضیلت، با معرفت، با اخلاق که امروز حرمت گذاشتن به خادمین خودشون، جناب آقای دکتر جواد ظریف، انسانی که به گردن این ملت حق دارد و برای تأمین منافع و امنیت ملی اعتبار و آبروی خودش رو هزینه کردن، و همچنین از شخصیت فریخته انسان صدیق جناب آقای دکتر صالحی که خیلی قدردانی میکنیم از حضورشون. جمع بسیار با فضیلتی است. من چهره های بسیار گران قدری رو میبینم، عذرخواهی میکنم نمیتونم تک تک نام ببرم. به نمایندگی از جمع، من از آقای جنتی، آقای بهاجی و آقای مست جامعی نام میبرم و از شما خواهش میکنم خودتون رو تشویق کنید. آقای جعفری در نشر این کتاب خیلی زحمت کشیدن، مشکلاتی هم در مسیر ایشون قرار دادن، دستگاه فرهنگی کشور جای تأسف هست. بعد از 40 سال تجربه و کار اندوخته، ما دغدغه ملی رو به نام مهاجرت نخبگان مطرح میکنیم، ولی موانع زیادی براش ایجاد شد تا این اثر به چاپ برسه. آقای جعفری رو هم تشویق کنید. من فقط یک نکته، بحثی اصلا نخواهم کرد، فقط یک نکته بگم چرا ما در این وضعیت قرار گرفتیم. آنچه که عزیزان فرمودن مسئله مهاجرت هست که هیچ کس با مهاجرت مشکلی نداشته و ندارد، یک امر کاملا طبیعی در نظام بین‌الملل هست.
همه کشورهای دنیا در مسیر گردش نخبگان قرار داشته و دارن و هیچگاه هیچ کشور اون رو به اون تهدید فرض نکرد. تمام آمارها و ارقامها و جداول رو ما در این کتاب آوردیم. مهمترین مشکل ما در خصوص ایران دسترسی آماری و اطلاعاتی است. مسئولین امن باید هم پاسخگو باشن و هم خجالت بکشن که از انتشار آمار پژوهشگران رو، نخبگان رو و جامعه رو محروم میکنن و ما مجبوریم که از کانونهای مهاجرت پذیر آمارها و ارقام رو جمع‌آوری کنیم. به همین خاطر ما تنها کشوری هستیم، شاید محدود کشوری هستیم که هیچگاه نتوانستیم آمار دقیقی از میزان مهاجرت و فرار مغزها رو تبیین کنیم. الان آماری که ما مجموعاً از مجموعه جمع‌آوری کردیم در سراسر دنیا بین 6 تا 8 میلیون رو نقل می‌کنن. آمار رسمی در داخل که توسط بعضی از مراکز بیان شد 5.6 میلیون هست. مهم نیست، حالا من بحثا این نیست، اما علل وضعیت فرار مغزها چیست؟ ما راجع مهاجرت اصولا روی کرد مثبت داشته و داریم، تو این کتاب هم تبیین کردیم چرا مثبته و حتما باید مهاجرت شکل بگیر. بزرگترین کانون مهاجرت در دنیا توی مطالعه چین هست که به شدت داره جمعیت رو میفرسته بیرون و بعد هند و بعد عربستان تو منطقه ما بالاترین آمار رو داره و ما کمترین مهاجرت رو داریم و بیشترین فرار رو. نکته اساسی و کلیدی بحث این که چرا جامعه‌ای که به مرز نخبگی میرسه و سرمایه ملی است و میتواند در کانون توسعه ملی نقش آفرین باشه مسیر فرار رو برقرار ترجیح میده، این رو باید پاسخ داد. علت العلل مسئله رو ما در مطالعه اوکراینی معیوب در کشور یافتیم. الگوی معیوب اوکراینی در چند دهه گذشته نسل اندیشمند رو، نسل فرهیخته رو، نسل هنرمند رو، نسل صاحبان قلم و فکر و اندیشه رو، نسل آیتی و استارتاپ رو و نسل مدیران رو وادار کرده به فرار برقرار. آماری که خود مرکز مهاجرت منتشر کرده و ما تمام آمارهایی که در کتاب آوردیم همش مستندسازی شده که مبادا کسی رو اون خدشه وارد کنه. ولی جالب اینجاست که در سال 1401 در پیمایش 60% همه کسانی که در پیمایش قرار گرفتن غیر از گروه پزشکان و پرستاران تمایل زیاد و خیلی زیاد به مهاجرت دارن. این که نمی‌روند ظرفیت ها و بسترهای رفتن نیست، ولی تمایل زیاد و خیلی زیاد. 60% جامعه. چه کردیم با این جامعه که 60% ترجیح میدن که در این جغرافیا، در ایران بزرگ، در ایران با هویت و با تمدن تاریخی کهن زیست نکنند؟ این عجیبه. این تمایل به مهاجرت زیاد و خیلی زیاد در میان کارکنان و مدیران میانی و کارآفرینان و مدیران ارشد بیش از 70% است و این میل مهاجرت در میان دانشجویان در سال 1401 به 67% رسیده. این آمار رسمی است. من در مجموع با همکاری سرکار خانم خدایی که دستیار ما بود در این کار و باید ازشون صمیمانه تقدیر کنم، به این جنبندی رسیدیم که نظام اوکراینی معیوب عامل اصلی رانش نسل فریخته و نسل توسعه‌گرای ماست. من همیشه این جمله رو تکرار کردم بگم و نکات اصلی بپردازم. اساساً اگر امروز هم برجام با همت بزرگان کشور حل بشود، فرض رو بر این بذاریم که از آقای ظریف بخواهند برگرده و برجام رو برای همیشه و رفع تحریم رو حل کند، اینو فرض میکنیم. فرض کنیم که همه تحریم ها برداشته شده و فرض کنیم نفت و پتروشیمی و گاز و همه منابع مفروخته شود و سرمایه سرشار به کشور برگردد، چه کسی بتواند کاروان توسعه را به مقصد برسونه؟
چون توسعه گران اصلی این جامعه امروز رخت بربستند. در بحث نظام حکمرانی اولین مسئله ناکارآمدی ساختاری و مدیریتی است. نمیتوان با مدیران ناکارآمد، بی‌لیاقت و بی‌کفایت از نخبگان خاص در این سرزمین بمانید و سکوت کنید. دومین نکته افول سرمایه اجتماعی مطالعاتی که ما انجام دادیم بسیار نگران کننده است. ما با ذوب شدن سرمایه اجتماعی در ایران مواجه هستیم. اعتماد عمومی بسیار کاهش پیدا کرد. بعضی از سنجش‌ها بی‌اعتمادی رو تا 80% نقد کردن. رضایت عمومی به شدت کاهش پیدا کرد. مشارکت به شدت کاهش پیدا کرد. چرا امروز آقایون دغدغه دارن برای مشارکت؟ چون سرمایه اجتماعی دچار افول شتابناک شد. و نکته بعدی انزواگزینی نخبگان و جانشینی فرومایگان هست. چه انتظاری دارید در جامعه‌ای که نخبگان در انزوا و حاشیه و افراد ناتوان و ناکارآمد و فرومایه در مصدر هستند در جامعه از متن توسعه یافتگان بخواهید که بمانید؟ نکته بعدی فساد گسترده هست در ساختار و در متن. جامعه از این فساد رنجیده است. بنابراین یکی از عوامل اصلی رانش فساد گسترده در سیستم هست و ساختاره. چه کرده با روان مردم فساد چای دبش و سایر فسادهای گسترده؟ و نکته بعدی وخامت اقتصادی است. تورم و گرانی و بیکاری و ده ها مشکل دیگه که فرصت توضیح نیست. و محور بعدی بی‌عدالتی در توزیع منابع، منزلت، قدرت و ثروت هست. از این منظر مسئله اصلی مهاجرت، معذرت میخوام، مسئله اصلی فرار مغزها و فرار نخبگان مسئله است به نام حاکم، به نام حکمرانی نامطلوب. و برای رسیدن به نقطه مطلوب ما نیازمند تغییر ریل حکمرانی هستیم. از این نگاه باور داریم که فرار مغزا یک مگا پروژه است. یک پروژه نیست که بتوان با یک تجویز اون رو حل کرد. با دستور و با قانون و با خواهش تمنا حل نخواهد شد. باید ریل اوکراینی تغییر کنه تا بسترهای استقرار نخبگان در کشور فراهم شود. وقتی که جامعه با حاکمیت و آزادی احزاب و فقدان بسترهای مشارکت مواجه می شود، وقتی عقلانیت در نظام تصمیم گیری وجود ندارد، وقتی هر روز به چالش های قومی دامن می زنیم، وقتی رادیکالیسم در کشور قدرت می گیرد و در مقابل نخبگان عرض اندام می کند و صاحبان فکر و قلم و دانش به حاشیه رانده می شوند، وقتی ناامیدی و یأس نسبت به آینده خود، خانواده و فرزندان گسترش پیدا می کند، وقتی که ناکارآمدی در سیاست خارجی هر روز موج میزند، وقتی مسائل آب و خوشسالی و محیط زیست مردم را تهدید میکند، وقتی امنیت اجتماعی عامل اصلی نگرانی جامعه میشود، مسئله فقر و شکاف طبقاتی، مسئله ناامنی روانی، خودکشی، سرقت، خشونت، وقتی که با انسداد شبکه‌های اجتماعی مواجه میشویم و محدودیت در دسترسی اطلاعات ایجاد میکنیم، وقتی هر روز با تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه می‌شویم، حق بدهید که عده زیادی در این جامعه نگران باشند. ببینید، قبل از اینکه ما از مغزها بخوایم چرا رفتید، باید از مدیریت نظام سیاسی بخوایم چرا بسترهای فرار اونها رو فراهم کردید. من عذرخواهی می‌کنم، فقط همین یک دلیل رو خواستم در اینجا عرض کنم. از همه عزیزانی که زحمت کشیدن، خصوصا از خانه اندیشمندان که انصافا خانه ماست و آقای قاسمی و آقای زرقامی و جناب آقای دکتر غفاری و همه عزیزانی که دارن زحمت میکشن، امروز این یک قانون شده برای اینکه همگان بتوان از این ظرفیت استفاده کنن و امیدوارم که عقلانیت به خرج بدن اونهایی که دنبال
انسداد این مجموع هستم و باید تشکر کنم از نشر ثالث یک بار دیگر به خاطر شهامت و شجاعت در چاپ این کتاب و امثال این کتاب. از همه عزیزان متشکرم.